سلام دوستان عزیزم، من آموزش لیف مدل ماهی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که ببافین و استفاده کنید. من از نخ بهاران رنگ قرمز و صورتی میخوام استفاده کنم که ابتدا برای نوک دهن ماهیمون که رنگش قرمز هست، من رنگ قرمز رو برمیدارم و قلابم هم شماره 2 هست. 5 زنجیره میزنم. میتونین حلقه جادویی هم بزنین، ولی من 5 زنجیره میزنم که کارم محکم تر باشه. پس وقتی که 5 زنجیره رو زدم، به اولین زنجیره وارد میشم، نخ رو میگیرم، خارج میکنم و همینجا 3 زنجیره میزنم و 1 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه داخل حلقه بافته میشه. این کار رو باید 4 مرتبه تکرار کنیم، یعنی 4 پایه بلند با فاصله 2 زنجیره‌ای داشته باشیم. اینم سومیش و چهارمین پای بلندمون. 2 زنجیره آخر رو هم میزنم. ببینید دوستان، به اولین پایمون 3 زنجیره وارد میشیم و 1 بست میزنیم، بعد 1 زنجیره میزنیم و نخمون رو قطع میکنیم، چون میخواییم نخ جدید استفاده کنیم. از پشت کار برای که یک کمی کارمون محکم و تمیز بشه، کار رو بکشیم. برای اتصال نخ جدیدمون، من وارد یکی از این فضاهای 2 زنجیره‌ای میشم و نخ جدیدم رو وارد میکنم. 3 زنجیره میزنیم، بعد از زدن 3 زنجیره همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم. بعد از این 2 زنجیره میزنم و همینجا 2 مرتبه 2 پایه بلند دیگه میبافم. این برای گوشه های کارمون هست. میتونین از 3 زنجیره هم استفاده کنین توی این گوشه ها که پایه ها پرتر به نظر برسه، کارتون شیکتر میشه. به جای 2 تا پایه بلند میتونین 3 پایه بلند بزنید. بعد در فضای خالی بعدمون 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 و 2. در فضای خالی بعدیمون 2 مرتبه کار رو تکرار میکنیم و 2 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه تو همین فضا بافته میشه. و 2. در فضای خالی بعدیمون 2 پایه بلند فقط بافته میشه. 1 و 2. به 3 زنجیره اولمون وصل میکنیم، کارمون گرد میشه. ببینید این شکل پوزه ماهیمون همینجا اول کار درست شد. برای رج بعد وارد فضای باز میشیم، با 1 بست 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رج قبل رو تکرار میکنیم. 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 زنجیره و همونجا 2 پایه بلند. در فضای خالی بعدیمون فقط
دو پای بلند می بافیم. در این فضا فقط دو پای بلند بافته میشه. یک و دو. نخ بهاران یک مقداری چون درشته هست اذیت میکنه، چون نخ مخصوص بافت لیفه. دو پای بلند دیگه میبافیم. در فضای چهار زنجیر، چهار پای بلند و دو زنجیره ای رسیدیم. دو مرتبه همون کار رو تکرار میکنیم. دو پای بلند، دو زنجیره و دو پای بلند دیگه همونجا میبافیم. یک و دو. دو مرتبه به فضای خالی بعدیمون که رسیدیم دو پای بلند میبافیم. رج سوم هم به این صورت به پایان رسید. رجهای بعد هم همین تکرار هست. دو مرتبه ببینید ما به فضای خالی بعدیمون رسیدیم و دو پای بلند دیگه می بافیم. به سه زنجیره اول که رسیدیم واردش میشیم. بست میزنیم، وارد فضای خالی میشیم. بعد فضای خالی که رسیدیم دو مرتبه همون کار رجهای قبل رو تکرار میکنیم. این کار باید بین 12 تا 12 رج بعد از این به قولن پوزه ماهیمون 12 رج، یعنی باید 12 تا 4 تایی داشته باشیم. همینطور رجها رو اضافه کنید و ببافید تا من بیام ادامش رو بهتون آموزش بدم. دوستان من 5 رج رو بافتم که به شما یک مقدار از کار بافته شده رو نشون بدم که متوجه بشین و ببینید که در هر رج به غیر از دو طرف کار، ببینید این دو طرف کار رو الان ما روی هم بذاریم فکر میکنم کاملا مشخص باشه که این دو طرف کار ما هست که باید به این صورت بافته باشه، هم این طرف هم این طرف کار و وسط کار به این صورت در میاد که تو هر فضای خالیمون دو تا پای بلند داریم و ما میبافیمشون تو همه فضای خالی. فقط کنارها هستن که دو پای بلند، دو زنجیره و دو پای بلند بافته میشه. این کار رو به اندازه ببافین که وقتی که به قولن نوک لیفتون رو روی انگشت وسط قرار میدین تا زیر شستتون، تا زیر شست، تا اینجا این کار ادامه داشته باشه. بلندی لیفتون تقریبا 12 تا 13 رج باید ببافین این کار رو تا این قسمت کاملا بافته بشه، این قسمت نوک به قولن لیفمون و نوک ماهیمون که وقتی دست رو داخلش میکنیم ببینید این آخرین رج من که رج 12 هست اینجا شست من هست، تا زیر شست من اومده. این بستگی به سایز دست اون شخصی داره که میخواین براش لیف رو ببافین. این رو اندازه میتونید بزنید تا اینجای کار آماده بکنید تا من ادامهش رو براتون ارسال کنم.